کلام خداوند در ارمیا 49 اعلام میکنه که در روزهای آخر خدا اجازه میده این قدرت کاذبی که دولت ایران به نظر من دولت جمهوری اسلامی داره شکسته بشه و الان داره به اون قدرت میرسه و میبینیم دنیا از ایران میخواد به نوعی بترسه، ولی ما نمیترسیم، چرا که ما میدونیم پشت این دولت در اصل روح شریر هست، شرارت هستش و داریم دعا میکنیم که اون سرنگون بشه. پس وعده میده هرچند این دولت قدرتش میشکنه اما ایرانی ها آواره جهان خواهند شد و خدا از اون استفاده میکنه برای نجات ایرانی ها و میبینیم چه این کاری رو کرده. من زمانی که رفتم واشنگتن و توی کنگره واقعا خب دعا میکردیم، من و برادر جورج عزیزمون اونجا دعا میکردیم که خداوند گذشته از این که ما میخواییم برای ایران مبارک باشیم برای رسیدن به آزادی، اما خدا تو ما را هم برکت بده. من همین که وارد اون کنگره شدم و داشتم قدم میزدم دیدم یه برادری که بعد علیرضا عزیز ما باشن از دور اومد منو بغل کرد، هم به فارسی هم به زبان فرشتگان با من صحبت میکرد. گفتم هاللویا، یه دست دیگه بزن. واقعا انقدر پر از روح خدا بود و من واقعا من تو رویا دیدم که علیرضا جان یک روز میان تو کلیسای ما صحبت میکنه و من از ایشون دعوت کردم. البته در طول این زمان هم ما اصلا با هم تماسی نداشتیم، البته در از این کم همتی از طرف من بوده، عذر میخوام ازتون، چون واقعا این برادر انقدر شیرین و خوب هستن، از خادمین یکی از کلیساهای بزرگ اوکراین هستن، در کنار همسرشون خداوندو خدمت میکنن. من خیلی عجیبه که من اصلا اینجا هستم الان. اصلا اولا که من اومدیم با دوست من آقای امیر عباس فخرآور در لس آنجلس، یه مقدار کار داشتیم، گفتیم تا آخر این ماه تو لس آنجلس باشیم بعدم بریم واشنگتن. یه دیروز برادر امیر گفت که دعوت شدیم به کلیسا، گفتم من حتما میخوام برم کلیسا دعا کنم، یه کلیسا بعد برم دعا کنم روز یک شنبه. اون بهم گفت که من باید برم ولی من نمیتونم برم، تو برو. گفتم خب چطور نمیتونی بیای؟ گفت نه من کار دارم فلان این بر اون بر. من یه مقدار بهش مقدار صحبت کردم چی بعد کارهای مهمی بود، گفت من باید برم، تو برو کلیسا. من گفتم خب باشه، من میام کلیسا دعا کنم. و از در که وارد شدم کشیش رسول عزیز منو دید و گفت ما امروز شما باید شهادت بدید. من نه آماده شدم نه اصلا هیچ، همینطوری یه دفعه اینجوری شد بالاخره. بعد دیروز خانم من زنگ زد، دیروز گفت من با خواهران کلیسا از گروه پرستش کلیسا و اینا و با کشیش و همه برای تو در روزه هستیم، تو هم روزه بگیری. گفتم روزه میگیرم. بعد گفتم واسه چی من روزه بگیرم امروز؟ دیروز چرا میخوام؟ من اینجوری میگه روزه بگیر. من گفتم باشه من روزه میگیرم، میرم در روزه امروز که حالا میبینم که برنامه خداوند چجوری بوده که من بیام اینجا حالا بگم اون اتفاقاتی که در زندگی برای ما افتاد. هاللویا. بله چشم. من انقدر من در اوکراین و اینا به زبان روسی و با این زبان ها صحبت کردیم که مقدار سخت با فارسی صحبت کردن این کلمات رو با هم چیز. معذرت میخوام اگر که یک کلماتی رو بعضی موقعی مقدار توش به اصطلاح چی میگن بوکس و باد. معذرت میخوام. هاللویا. خداوند دعا میکنم به نام عیسی مسیح، من لیاقت ندارم که در این جا وایستم، ولی همون جور که تو همیشه به ما برکت و فیض میدی، به ما شانس میدی، این شانس امروز به ما عطا کردی. خداوند خیلی متشکرم از این که با اینکه لیاقت ندارم و گناهکار هستم، ولی منو در این جایگاه مقدس که جایگاه کشیش و پاستر تو هست منو آوردی. به نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنیم برای تمام عزیزان، برای این کلیسای پرقدرت پر از روح القدس که همیشه برکت تو و پشتیبانی تو در این کلیسا باشه، که برکت تو در زندگی کشیش عزیز و خادمان این کلیسا باشه، که همیشه اینا پر از روح القدس باشن و دست خداوند همیشه در زندگی این افراد باشه. و ما نهیب میکنیم شیطان و روحهای خبیث و کسانی که میخوان ضربه بزنن
که اینا نتونن نزدیک بشن به این کلیسا به نام عیسی مسیح، که هر روز برکت تو بیشتر در زندگی خادمان و در زندگی کسایی که به این کلیسا میان بیشتر در زندگی خادمان، چون تو همیشه بیشتر نگاه میکنی به کسایی که خدمت تو رو میکنن، نه اون کسانی که فقط میان گوش میکنن و میرن. خداوند من دعا میکنم که خادمان همیشه بیشتر باشن، که تمام اعضای این کلیسا خادم باشن، نه فقط شنونده به نام عیسی مسیح. خداوند دعا میکنم به نام عیسی مسیح برای اون افراد، اون فرزندانت که در تگزاس گیر این سیل افتادن. خداوند این امتحان خیلی بزرگی است برای اینا، بعضی خانواده‌شون خراب شده، برق ندارن. خداوند برکت بده، آرامش بده و اینا رو یک جوری آروم کن با روح قدس خودت خداوند عزیز، و ترمیم کن. و کسانی که مشکل مالی پیدا کردن در اونجا، خونهشون خراب شده، ماشینشون سیل برده، خداوند امیدوارم که این یک باعث بانی بشه برای بیشتر به طرف تو اومدن، که مردم بیشتر تو رو بفهمن، درک کنن، که بفهمن در این جهان هیچ چیزی ما نداریم، هر چی داریم تو یک ثانیه میشه رفت بره دیگه نباشه. فقط تنها کسی که ما میتونیم بهش اطمینان بکنیم و میدونیم که اگر ایمان داریم و در این جهان و اعمالمون درسته و با خدای خودمون عیسی مسیح هستیم، حتما در اون جهان در پادشاهی خداوند نزدیک خداوند خواهیم نشست سر یک میز. بنابراین خداوند عزیز، ما دعا میکنیم، کلیسای پرقدرت تو دعا میکنیم در اتحاد، که خداوند این اشخاصی که ضربه دیدن در این سیل، که این باعث بشه که بیشتر به طرفتون نزدیک بشن و قلب خودشون رو به تو بدن به نام عیسی مسیح. آمین. هاللویا. میگم از کجا شروع کنم؟ خب از بچگی همیشه من به کلیسا علاقه داشتم. در شیراز به دنیا اومدم، میرفتم نگاه میکردم چرا اونا اونجا هستن، اینجا اینا ما این بر نماز میخونن، اونجا کلیسا میرن، و من همیشه ناراحت بودم چرا ما باید به زبون عربی با خدا صحبت کنیم. مگه به زبان فارسی صحبت کنیم؟ مثلا خدا یه زبون بلده، به زبون دیگه بلد نیست دیگه، فقط یه زبونه است. چرا نمیتونم فارسی بگم به خدا، وقتی باید عربی بگم؟ خیلی همینطور تو سرم بود و اینا. هیچ وقت من نرفتم تو اون مجامع که بودم، تو مدرسه بالاخره به زور باید میام نماز میخوندیم، یا تو جاهایی که بودیم تو سربازی همه چیز، من هیچ وقت دوست نداشتم برم نماز بخونم، ولی خدا رو همیشه دوست داشتم. تا اینکه دست خدا اینجوری شد که ما رسیدیم اوکراین، اومدیم اوکراین برای درس خوندن، و خیلی ماجراها پیش اومد، و حالا وقتش نیست که همه رو گفت، ولی یک اتفاق خیلی عجیب تو زندگی من پیش اومد، که من خیلی در دپرس و ناراحتی بودم، و همسایه ما یه خانم آقای بودن، گفتم بلند شین بریم کلیسا. من میام کلیسا چیکار کنم؟ من که مسیحی نیستم. گفتم تو کی هستی؟ مسلمان هستی؟ گفتم نه. گفتم اصلا من هنوز دین معلوم نیست چی هستی. گفتم خب بالاخره خدا یکی دیگه، بلند شین بریم کلیسا، خواستی بیا بعد دیگه نخواستی نیا. گفتم باشه. من دقیقاً این روز یادم 14/10/1998 بود، یعنی دقیقاً میشه گفت که 20 سال پیش. من با اینو اومدم تو کلیسا، کلیسای بزرگ بود و داشتن میخوندن، و بعد موقع پرستش شد، شروع کردم به دعا کردن پرستش. من وایساده بودم و همینطوری اشک میریختم، روح القدس منو لمس کرد، و همون موقع زانو زدم و توبه کردم و به مسیح ایمان آوردم. که به مسیح ایمان آوردم و خیلی مسائل شد در کلیسا. من از زن اولم جدا شدم، مشکلاتی شد، از کلیسا اومدم بیرون، از دیگه کلیسا نرفتم، مثل برقی شدم که گم و گور شدم تو جامعه، که باز معجزه شد، خداوند منو برگردون به کلیسا. اصلا خیلی عجیب غریب بود همه کارهایی که پیش میومد، خیلی مسائل شد تو زندگیم. خداوند کسی رو که اصلا یک کلمه زبون روسی بلد نبود، منو در جایگاه بزرگ قرار داد تو اوکراین، همیشه با تمام سران کشور در ارتباط، مقدار زیادی هدایا، مدال‌ها و دیپلم‌های بزرگ در قسمت اینترپول، در قسمت وزارت اطلاعات، در قسمت‌های کارهای دولتی،
همیشه خداوند منو برد جلو و منو همینطوری یه اوورد تا رسیدم به یک جایگاه ویژه‌ای در این کشور، در میسیونری دیپلماتیک اوکراین که کارش کمک کردن اوکراین به وارد شدن به اروپا است. میگن که الان دیگه اوکراین دیگه ویزا نمیخواد برای اروپا، ویزا تموم شد. تو میسیونری معاون اول شدم و خیلی هدایا رو گرفتم. سال 2002 من دیپلم و هدیه رو گرفتم، هدیه خیلی بزرگی در راجب با مبارزه با تروریست جهانی از دادستان کل کشور و خیلی از سران اوکراین و خیلی خداوند به من خیلی این هدایه ها را داد و در با توجه به اینکه من لیاقتی را نداشتم، این همه که خداوند به من آوانس داد و همه این کارها رو کرد و ولی من هنوزم باز یه مقدار هنوزم اونجوری که باید که کلن اونجوری که من دوست دارم، چون من خودم یادم ماکسیمالیست هستم، یا باید این بری باشم یا اون بری. تو ورزشم ماکسیمالیست بودم. آخرین بار سال 2012 من قهرمانی جهان و کاب ورد کاب برنده شدم تو ام ام ای، ورزش میکردم و یعنی خیلی پستی بلندی تو زندگی بود. من دوست داشتم همیشه ماکسیمالیست باشم. من نگاه نکنین چاق شدم و اینا، ولی سال بعد لاغر کنم، برای همین روزه برای من مهمه. برای روزه بعضی ها قضا نمیخورم. بعد این تمام این کارهایی که شد در زندگی من معجزه، که این معجزه مسیح بود. و بعد آشنا شدم با آقای با دوستانی و بعد با داداش عزیزم، برادر عزیزم آقای فخرآور، و در بچه مبارزه با مبارزه در راه مبارزه برای آزادی کشور و اینها دیگه با هم خیلی دوست شدیم. و امیر میگه که علی من خیلی خوشحالم که تو با ما هستی، چون من نمیخوام از خودم تعریف کنم چیزی بگم، ولی خداوند از طریق من در این کارهام خیلی کارهای بزرگی رو انجام داد و البته از طریق امیرم در زندگی من خیلی چیزهای مهمی انجام شد. و از همه مهمتر الان میخواستم چیزی که بگم تو دلم هست میخوام بگم، مهم این نیست که تو چند سالته، قدت کوتاه، قدت بلنده، چه زبونی حرف میزنی، مهم اینه که باید دلت واقعا با خدا باشه، با مسیح باشه. تو نمیتونی 90% مسیحی باشی، 10% حالا یک کم این بر بیریم بیریم چی میشه، این بر بزنیم این بر بیایم، نمیشه اینجوری. من تو این همه سال همه جورشو امتحان کردم، نمیشه. حالا خیلی هم شانس آوردم که زندم. این من اگر جای خدا بودم تا حالا کشته بودم، تموم کردم، تمومشون رفته بود، مثلا برو وارد. حالا خدا رو شکر که خدا مثل ما نیست، اون انقدر مهربون و انقدر به ما علاقه داره. حالا این دلیل نشد که ما این مهربونی و علاقه خدا رو سوء استفاده کنیم. بعضی میگن خب ما میریم حالا گناه کردیم، میریم بعد چیز میریم بعد توبه میکنیم دیگه. کتاب مقدس میگه اگه تو میدونی که داری گناه میکنی و کتاب مقدس میدونی، بعد این توبه دیگه قبول نیست دیگه. اونجوری نیست که بعد من فکر میکنیم آره هر کاری میکنیم. بعد برای خداوند خیلی مهم تقدس، مقدس بودن از همه چیز مهمتره در مسیحیت. مقدس بودن در فکر، بلکه همه بیچارگی بدبختی ما از این فکرهای بدی که اول تو سر ما میاد، شیطان این فکرها رو که میده، اگه فکرها رو همون اول نندازیش بیرون، دستانه تو سبی من دعا میکنم میبندم این روحهای خبیث و این فکرها رو. اگه این فکرها اومد در درونه، در قلبت رشد پیدا کرد، مثل این دانه گندم تو رو بیچاره میکنه، به گناه میکشونه. مقدس بودن در فکر، مقدس بودن در اعمال، مقدس بودن در تن تو باید مقدس باشه. یعنی اگر تن تو مقدس نباشه، اگه تن تو تقدیس پیدا نکنه، تو بخوای گناه کنی یا حرف زشت بزنی یا زنا کنی یا اینا یه چیزهایی هست که هیچ وقت تو نمیتونی به پادشاه خداوند راه پیدا کنی، نمیشه. یعنی یه چیزی میگن با چیزی که دلا دلا نمیشه، چیزی زرباسه فارسی هست، فاره یادم رفته چیه بگر. آره این خیلی مهم، موضوع تقدس. و شهادت من اینه که برادر و خانم عزیز، همیشه باید یادتون باشه این مسیحیت و مسیحی بودن مثل ورزشه. یعنی اگر که شما اومدی الان گفتی خب من امروز میرم ورزش، بعد نمیرم، بعد دو روز دیگه میرم، تا
بری تو مسابقه میزنن لتو پارت میکنن. تو باید سیستم داشته باشی، تو باید برنامه‌ریزی داشته باشی. یک قهرمان بوکس صبح که بیدار میشه صبحونش معلومه، ساعت ورزش معلومه، ساعت، یعنی هر روز، یعنی باید سیستماتیک باشه این کار. مسیحیت هم همینطوره، اون سیستم داره که ماهیچه هاش سر جاش باشن، تکنیکش سر جاش باشه که بتونه وقتی میره تو رینگ بتونه بزنه، بتونه پیروز شه. مسیح هم همینه. یعنی اگر تو هر روز دعا نکنی، کتاب مقدس نخونی، فقط وابسته به کلیسا نباش که هفته یه بار برم کلیسا، خب برم کلیسا بعدم میام دیگه، این نشد. تو باید این باشد، زندگیت باید اینجوری باشه. یعنی باید صبح که بیدار شدی چشمت باز کردی شروع کنی به دعا کردن، کتاب مقدس بخونی. کتاب مقدس نخونی غذای روحی نمیگیری. همون جور که ما اگه غذا نخوریم از لحاظ جسمی میمیریم، خب روح ما هم اگه غذای روحی نخوره میمیره. برای اینکه ما نمیریم، به گناه وارد نشیم، این خیلی مهمه. میگم تقدیس خیلی مهمه، ما باید مقدس باشیم. چون مقدس باشیم باید هر روز خوندن کتاب مقدس و دعا کردن برای ما از همه چیز اولویت داشته باشه. امروز من به دوستم میگفتم، گفتم خب، گفتم نگاه کن، اگر اولویت تو یک چیزی باشه بیشتر از کلیسا، یعنی این اولویت داره بر کلیسا، تو تموم شدی. شیطان گوشت یه جایی میگیره. باید خداوند و کلیسای مسیح و خدمت خداوند برای شما در مقام اول باشه. این بعد از همه چیز بعدی مهمتر باشه. همینجور تو انجیل میگه، میگه اگه کسی به خاطر من خونه‌شو داد، مادرشو داد، پدرشو داد، خانواده‌شو داد، به خاطر من همه چیزشو داد، بیاد به من خدمت بکنه، دنبال من بیاد، من بهش چند برابر مادر، پدر، خانواده، پدر، مادر، همه چیز بهت میدم. یعنی برای مسیح تو باید حاضر باشی همه چیز تو بدی. یادتون اون کتاب مقدس تو انجیل اومد مسیح وارد شهر شد، گفت اون رفت بالای درخت، اون یارو مالیات میگرفت از مردم، گفت آره بیا زکی، گفت بیا دنبال من. زکی اومد با اینکه همه میگفتن آدم بدنامی بود، ولی قلبش خوب بود، اومد داد، گفت هر کیم من بهش بده کارم بیشتر میدم. که مسیح گفت این نجات پیدا کرد. ولی خیلی کسایی بودن که از روز اول بودن، بعد آخرش چی شد؟ نجات پیدا نکردن. چون قلب تو باید وابسته به این چیزای دنیوی نباشه. امروز تو تگزاس چجوری شد؟ مردم پولدار، میلیاردر، شب بیدار شد، شب خوابید، صبح بیدار شد، نه خونه، نه زندگی، نه ماشین، همه چی رفت. و همین این یک موضوع خیلی مهمه. الان این چیزی که دارم من میگم، من نه از قبل آماده کردم، نه هیچی. این چیزی هست که خداوند، این پیامی هست برای شما و برای من. اول من برای خودم دارم این صحبت‌ها رو می‌کنم. و یک چیز خیلی مهمی که میخوام بهتون بگم، خیلی مهمه این موضوع. هیچ وقت خادم و کلیسای و کشیش کلیسا رو سرزنش نکنید.
چرا؟ میگن آخه چرا مشون مثلا اشتباه کنه، میگیم چرا این کار کرده، چی میگه بالاخره هر کسی اشتباه میکنه، درسته این، ولی این کار کار خداست نه کار ما نیست. چرا؟ وقتی که موسی گناه کرد یا رفت با یه غیر یهودی ازدواج کرد، مریم و هارون شروع کردن گفتن اه چی کار کرده این، بر اومد مرض جرب گرفتن، اه گفتیم اه پت ما چرا مرض جرب گرفتیم، حرفشون درست بود، موسی نباید میرفت با یه غیر یهودی ازدواج میکرد، ولی این در حد اینا نبود اونو بخوان سرزنش کنن، با اینکه خود هارون و مریم هم اونام نبی بودن، اونام در حد به اصطلاح پیامبران بودن، اونام در حد نبی ها بودن، آدم معمولی نبودن، ولی با این حال جرب گرفتن، اونا مرض پوستی گرفتن. بعد همه فهمیدن خب چرا اینجوری شد، اینا که حقیقت میگفتن، چون مسح خدا رو سر خادمش موسی بود، خداوند خودش با موسی حل میکنه که چه اشتباهی اون کرده، ولی شما نباید دادگاهی کنین کشیش خداوند. تو خیلی از کلیسای ما هست وقتی ما میام همه ضعفای کشیش رو میخوام بیام یه جوری پیدا کنیم و شروع کنیم به ضربه زدن، این خیلی خطرناکه برای زندگی شما، ممکنه از این راه لعنت در زندگی شما پیش بیاد، مریض بشی، تصادف کنی، یه مشکلاتی برات پیش بیاد. این اصلا تو کل تاریخ مسیحیت که ما میخونیم از موسی گرفته تمام، هر کس اومد افتاد به جون خادم کلیسا، بعد براش دردسر پیش اومد. این موضوع هم خیلی مهمه. و یک موضوع دیگه هست، موضوع هدایا هاست. میگه هر کی هر کی بکاره همونقدر برداشت میکنه. ما بعضی موقع میگیم که خب ما میام کلیسا، چرا به کلیسا یکو در بدیم، خودمون میریم یکو در میدیم دیگه، چه فرق میکنه؟ کتاب مقدس میگه بیار تو خونه من، تو خونه من غذا باشه، هر کی بیشتر بده بیشتر درو میکنه. بعضیا میام میگه خب میام روی زمینی میکنیم که تخت سنگه، ریختیم برداشت نشد. چرا؟ چون شما رفتی با دوستات دعوت کردی تو یه رستوران خیلی خوب، همه رو غذا دادی، از لحاظ درونی کار خوبی کردی، ولی اون دوستات یکیش کلاهبردار، یکیش دزه، یکیش فلان، معلوم نیست کی هستن. این دونهایی که کاشتی هدر رفته. بهتره که دونهایی که میکاری در کار خادمان، در زندگی خادمان خداوند باشه. من وقتی که به مسیح ایمان آوردم همه چی از دست دادم، یعنی شده بودم انگار تو خیابونی، هیچ صرف شده بودم، هیچی نداشتم، و خداوند این رو من یاد داد. همون چیزایی که به دست میوردم یا میگفتن علی چیکار کرد، اومد ساعت شد داد به کشیش، زنجیر تراش داد به کشیش، همه چیز داد به کشیش، چیکار میکنه؟ خداوند من برکت داد، چون من این کارو میکردم. نگه بعضی فکر میکنن این لاتاریه، یا یکی میزنی 20 برابر میاد، اگه با این فکر میدی نه، اینم نیست، اینم کار نمیکنه. بعضی خیلی باهوشن، زیاد میگن خب الان ما چیکار میکنیم، میان ماتماتیک چیز ریاضیات حساب میکنن، ما الان 1000 دلار میدیم به خادم کلیسا، به کشیش کمک میکنیم، الان دعا میکنیم خداوند 100,000 دلار فقط فقط بعد بیاد. این فرمول نیست، اینم بعضی اشتباه نکنن. اگر که با این فکر، با این نیت میای جلو، اونی که برمیگرده برنمیگرده بیچاره میشه، یعنی هرچم داشتی میره. اون مهم اونه که از ته، مهم قلبت چیه، تو قلبت چی هست. من از ته دل میمادم یو میدونم خانم هم میگفت علی چیکار کردی کشیش اومده خونه ما، گفتم هر چی پول تو خونه هست بیار، گفت خودم فردا چیکار کنیم، بچه داریم، قضا چی، گفتم همه رو بیار بده به کشیش. میگفت تو دیوانه ای، گفتم بیا همین کار میکنم. خداوند همچین دیوانه ها رو دوست داره، همچین دیوانه رو دوست داره. و بهتون بگم سه مورد خیلی مهم که الان خداوند در دل من انداخت به شما بگم. یکی مورد مقدسه، چجوری مقدس باشیم، چون گناهان ما رو گرفته. هیچ وقت گناه رو قایم نکن تو دلت، قایم کردی تو اون تاریکی هیچ وقت آزاد نمیشی، باید بیاریش تو روشنایی، باید بیای پیش کشیش بگی آقا من زناکارم، من معتادم، من دزدی کردم، بیا بگو این گناه رو از تو تاریکی بکش تو روشنایی که نتونه تو رو در اسارت بگیره. این خیلی مهمه برای تقدیس بودن. بعد اگه بخوای مقدس باشی، کتاب مقدس، خوندن کتاب مقدس و دعا هر روزه، این چیز اول. چیز دوم راجع به کشیش و
خدمات به کشیشان و کسانی که خادمان کلیسا هستند با احترام برخورد کردن. هیچ وقت دادگاهی نکنید کشیشان خودتون رو، هیچ وقت، خیلی خطرناکه. هر چیزم باشه خداوند باز دعا کنین، خداوند یه راهی پیدا میکنه یا کشیشای دیگه به ما در سطح این نیستیم بیام دادگاهی کنیم. میگه حکم خداونده، خداوند حاکمه. ما کی هستیم؟ ما خودمون 100 تا سوراخ داریم. حالا چیزی ما شیرازی ها میگیم، میگن که نمیدونم این چیز اسم اون چیز از خیلی سوراخ داره، چیزی داشت میگن دروشباله، نمیدونم آبکش، آره میگن آبکش به اسم میگه تو 9 تا سوراخ داری، تو خود 50 تا 100 تا سوراخ داری به اون داری میگی. حالا ما اومدیم میگیم به کشیش، کشیش اون روز بعد گفتا کشیش هم پولکی ها، همش میگه پول بدین. حالا تو خودت نگاه کن، خودت 300 تا سوراخ داری به کشیش گیر دادی. حالا برای همین میگه برادر عزیز، اول بیا چیزو از چشم خودت در بیار، اون بعد اونو از چشم بعدا بکش بیرون. ما همین چیزا رو میبینیم. البته اینها کسانی هستن که دعا نمی کنن و کتاب مقدس نمی خونن، چون کسایی که همش در دعا هستن که مقدس می خونن، اونا دنبال ضعف های دیگران نیستن، اونا دنبال ضعف های خودشون هستن. این دو سه موضوع بود که خواستم بگم که خیلی مهمه که و میخواستم یک دعایی بکنیم با هم دیگه. اگر که این برادران بیان یه دعایی به قول معروف داغ، یه دعایی بکنیم. برادران موزیک میان یک دعای خوب بکنیم، یه دعای بلند. خواهش میکنم که موقع دعا بلند شین، همه بلند شمو در دست هم یک دعای خداوند. هاللویا. اینم میخوام یاد بدم، میخوام زنجیرمو صلیبم هدیه کنم به کشیش، به کشیش که من گفتم که واقعا کلیسامون بزرگ، 4-5 هزار نفر کلیسا بزرگ است و تو دنیا بیشتر از فکر کنم 300-400 تا شعبه داره. کشیشای ما در اینجا هستن، ما ارتباط داریم، کلیسای ما ارتباط خیلی نزدیک داره با کلیساهایی که ما دوست هستیم و با هم دیگه رفت آمد داریم. کلیسای بنیهین هست، کلیسای تیدی جکس هست، ریک جونر، این کلیسای هستن که ما ارتباط داریم، کلیسای فول ایوانگلیس چرچ. البته من خیلی دوست هستم با کلیساهای ارتودکس، یا ما در اوکراینی میگیم پرواسلاو، با کلیساهای باپتیست، با اونام خیلی دوستم. و خیلی از بچه ها میگفتن تو چرا میری کلیسای چیز ارتودکس چرچ، میری اونجا؟ گفتم که عزیزم، مسیح گفت من میام برای کلیسا و فرزندان منو میارم. خیلی ها هستن تو همون کلیسا ها که خیلی مسیح رو دوست دارن، حالا خداوند ممکنه منو داره میفرسته اونجا که اونا با روح القدس آشنا بشن. که خود اگه ما نباشیم، من همین، من به کلیسای ارتودکس هم خیلی دوست هستم، دوستان خوبی دارم از کلیسای کاتولیک، از دوروری های همون پاپ و خیلی دوستان کاتولیک دوست دارم. در تمام کلیساهای مختلف هستن آدمایی که دنبال خدا هستن، آدمایی که دنبال چیزای دیگه هستن. هم تو کلیسای پروتستان ما زیاد داریم اینجور آدمایی، هم تو اونا، ولی تو هر کلیسایی هستن کسانی که واقعا دنبال خدا هستن. من رفتم تو در چیز در کوه در یونان، همون کوه آتوس، جایی که به اصطلاح راهبه های کلیساهای چیز ارتودکس هستن، رفتم اونجا تو کوه آتوس با اونا صحبت کردم. واقعا آدم هایی رو دیدم که به نظر من مقدس هستن، با این که ارتودکس هستن، حتما پروتستان نیستن، ولی بین اونا هم واقعا آدم های مقدس وجود داره. پس ما بعدان خانه عزیز نگیم که آره اون ارتودکس، ای وای اینا دیوونن، اینا نمیدونم چیزن، اینا بت پرستن، ولشون. حق نداریم ما بگیم، چون بین اونها هم هستن واقعا انسانهایی که به خداوند ایمان دارن و خیلی بیشتر از ما خدمت میکنن. همون جورم برعکسش، برای مسیح گفت من میام برای فرزندانم، نه که فقط میام در کلیسای پروتستان فرزندانم هستن، فقط نه در کاتولیکا هستن، در تمام. البته اینها کلیساهایی میگم که کلیساهایی که مسیح رو به عنوان خداوند قبول دارن، اون ایگووا و اینا که میگن مسیح پیامبر، اونا رو من مسیح حساب نمی کنم، چون خیلی مهمه که این موضوع خیلی مهمه، چون
اونا مسیح رو به عنوان خداوند قبول ندارن. اونا دیگه به نظر ما مسیح اونا مسیحی نیستن. منظورم کلیسایی هستی که مسیح رو به عنوان خداوند قبول ندارن، مثل کلیسای ارتدوکس چرچ، مثل کلیسای پروتستان، کلیسای کاتولیک. برای اینم خیلی مهمه. در کلیسای ما، خانم من در گروه پرستش، صداش خیلی خوب هست، قبلا خیلی دعوت شد بیاد بشه خواننده معروفی تو اوکراین تو رادیو تلویزیون اینا، و گفت که نه، من فقط برای خداوند خواهم خوند، فقط برای خداوند، و هر چی دارم از همین فرشته ای است که خداوند من داده. زن من بسیار خانم خوب و 5 تا بچه دارم من. هاللویا. شروع میکنم به دعا کردن. هاللویا. خداوند به نام عیسی مسیح دعا میکنم. خداوند روح قدس خود را بفرست که ما را لمس کنه الان در اینجا که ما هستیم، به نام عیسی مسیح. هورا لبک شیرا لبسه را بشیرا بسه برا بشه هورا لکندرو لبوشی برا بسی برا بشه هورا بکسه. خداوند فیض و برکت خود را از نگی ما بفرست به نام عیسی مسیح. ای مسیح او را کشیر علا بکسه خرا بکشه، که ما رو پیدا کردی وقتی ما گناهکار بودیم، وقتی در بیچارگی بودیم، در گریه بودیم، راهی برای رفتن از این بیچارگی نداشتیم، ولی تو در معجزه آمیزی رو برای ما باز کردی خداوند. اینم اسم تو بود، نام تو بود ای مسیح عزیز. ای مسیح عزیز، تو به جان ما قدرت دادی، تو ما رو زنده کردی. در گناهان مرده بودیم، بیچاره بودیم، ولی تو به ما زندگی بخشیدی مسیح عزیز. او را کشیر علا بکنسی برا بسید او سلامتی بیان بس بدی او کشیر برا بسید. خداوند اون زندگی تو، مردگی ما رو ما از مردگی برخواستیم، برای گناهانمون مردیم و در تو زنده شدیم. خداوند ببخش ما رو، ببخش گناهان ما رو. اعتراف میکنیم به گناهامون، اعتراف میکنیم به کارهایی که کردیم و پشت پرده نگه میداریم، قایم میکنیم، خجالت میکشیم بگیم. خداوند این خجالت، این پرده غرور، این غرور رو از ما دور کن که ما بتونیم اینو علنا بگیم، این گناه رو بتونیم بیاریم بیرون از زندگیمون به نام عیسی مسیح. خداوند برکت بده در زندگی ما، که دست تو همیشه با ما باشه. خداوند دعا میکنم برای این کلیسا، برای کشیش رسول. خداوند تو میبینی دعاهای این برادر عزیز رو. خداوند برکت و فیض بزرگی رو به برادر بده. خداوند مسح تو در زندگی این برادر و خانوادش و فرزندانش و خادمین این کلیسا باشه به نام عیسی مسیح. تمام حملاتی که شیطان میکنه به زندگی ما، خداوند ما رو پوشش بده، ما رو حمایت کن از حملات شریر به نام عیسی مسیح. من دعا میکنم و میبندم تو رو شیطان شریر در زندگی کشیش رسول، از زندگی تمام برادر خواهران اینجا، و نهیب میکنم برو از زندگی ما بیرون به نام عیسی مسیح. خداوند من لیاقت ندارم در اینجا بیستم، این من نیستم، تو میگی، تو از من استفاده کن به عنوان یک کانال، چون من گناهکارم و لیاقت بودن در این جایگاه رو ندارم. خداوند از تو متشکرم به خاطر فیض برکتت که منو امروز آوردی اینجا و پاس یک بار دیگر به من شانس دادی و به من گفتی که من فرزند تو هستم. میگه یه ثابت کردی به من که منو دوست داری و با منی. خداوند چقدر تو مهربونی، چقدر تو خوبی. حتی مغز و زبون ما قادر نیست که یک صدم، یک هزارم محبت تو رو بیان کنه. خداوند انقدر تو مهربون و انقدر تو خوب هستی که ما نمیتونیم به زبانهایمون، به فکرمون حتی اینو ما یه جوری توصیف کنیم. توصیف نشدنی هستی ای خداوند عزیز، ای مسیح گرامی. خداوند هیچ وقت ما رو ترک نکن. روح قدس هر چی میخوای از ما بگیر، ولی روح خودتو از ما نگیر خداوند به نام عیسی مسیح. خداوند هر چی، هر روز و هر روز روح تو بیشتر و بیشتر در قلب ما کار کنه و قدرت روح القدس در ما بیشتر بشه، که کسانی که با ما معاشرت میکنن و ما رو ببینن، ما رو نبینن، تو رو در ما ببینن خداوند، که قدرت تو رو در ما ببینن،
اعمال تو رو در زندگی ما ببینن و با دیدن اعمال و محبت و قدرت روح تو در زندگی ما ایمان بیارن به اون مسیحی که در درون ما هست. به نام عیسی مسیح خداوندا، غرور، بلند پروازی، یاوه‌گویی، تمام گناهان رو خداوندا از ما دور کن، به ما فروتنی بده، فروتنی، مقدسی خداوندا، به نام عیسی مسیح تقدیس کن این کلیسا رو، تقدیس کن تک تک افراد این کلیسا رو، به همه روح القدس عزیز دعا میکنم که به تمام این افراد گناهاشون رو نشون بدی که در کجا گناه میکنن و به همشون نشون بدی که به چه گناهانی باید بیان و توبه کنن. خداوندا ما رو توبه بده که ما توبه کنیم از گناهمون و بر نگردیم باز به این گناهان. به نام عیسی مسیح خداوندا من دعا میکنم که برکت و فیض و روح تو بیشتر و بیشتر در این کلیسا باشه، با برادر عزیزمون کشیش رسول و هر کسی که حتی اگر یک بارم پاش در کلیسا اومده که این لمس روح القدس هیچ وقت رو ترک نکنه. به نام عیسی مسیح دعا کردم، آمین. یه خواهش دارم که یک دعا هم برای من بکنم. که پیامی که اینک برادرمون داد پیام روح مقدس تو به همه ما بوده. خدا شکرگزار هستیم که بنا کننده این کلیسا تو هستی خداوند و ما انسان هستیم خداوند. شکرگزار هستیم که سر این کلیسا تو هستی پدر عزیزم و تو هستی که ای خدای قدوس کلیسای خودت رو همون گونه که می‌خوای جلو می‌بری و می‌دانم همون گونه که برادر ما رو کلیسای تو باعث برکت بشه برای کلیسای تو، ما نیز از تو می‌خوام در نام عیسی مسیح وجود برادرمون رو از برکت روح مقدس لبریز کنی در نام عیسی مسیح. اول الله شکر الله سینی الله شکر الله وجود برادرم از روح مقدس تو از مست تو برده شد که بعد از این خدا به کلیساها بره پدر عزیزم و نام تو رو بیشتر از گذشته جلا بده با گواهیاش، با هدایتهایی که از تو میشه، از کلام تو در کنار همسرش فرزندان شهی مسیح خدا بندم. خواهش کنم برادرم روی خدا بند مطابق فیضت برکت بده و آنچه که نیکوست ای خدا هر ترس و نگرانی از اون دور کن و تو جلال یاب در بدن اون، روح اون، روان اون، زندگی اون، ایام اون و ای خدا کشوری که برو دادی در نام عیسی مسیح، آمین. خدا کارش رو شروع کرده. ما ویژن داریم، رویا داریم برای ایران و ایرانیان که ایرانیان نجات پیدا کنند. و در طول این 9 سالم تو برنامه‌های تلویزیونیمون شاهد بر این بودیم خدا چقدر کار کرده. برادر عزیزمون شاهد برنامه‌های ما از اوکراین بوده و واقعا من موندم گفتم خدا رو شکر که خدا داره از ما استفاده میکنه و چه عزیزانی هستن که دارن از کلام خدا، نه ما، از کلامی که ما میگیم و کار مسیح رو به یاد مردم میاریم دارن نیز برکت میگیرن. خواهشم از شما اینه کنار هم بیستیم، کنار این رویا بیستیم، نام خدا رو جلال بدیم و اجازه ندیم کلیسای مسیح بیفته، نه از نظر روحانی بیفته، نه از نظر مالی بیفته، چون هر دوش خطرناک است برای کلیسا. اجازه بدیم این لس آنجلس رو خدا به من و شما داده تا دیگران نجات. چقدر عزیزان مثل شما اومدن گفتن بعد از من مریض هستم برام دعا کنید و شفا گرفتید. دستای بعضی بره بالا دیگه، اونایی که واقعا خدا کار، هاللویا. چند نفر شما ها اومدید گفتید من مشکل داشتم دعا کردیم، من دعا کردم ولی خدا اجابت کرد، مشکل شما حل شده، هاللویا. چند نفر دل شکسته بودید که دلاتون آروم شده، خدای شکر. حیف نیست کلیسای مسیح از بین بره، تنها امیده. پس اجازه ندید اگر ما یه موقع صحبت میکنیم از نظر فاینانشالت، از نظر مالی توی مضیقه هستیم، باور کنید هدفمون خودمون نیستیم، هدفمون اینه که بتونیم نام خدا رو جلال بدیم و ایرانی ها نجات پیدا کنن و مبادا این برکت از بین بره.